این ویدیو در مورد واکنش ها به حملات دیشب ارتش امریکا و انگلیس و اینا به یمن هستش و این برد موشکیشون رو میخوام نشون بدم و تظاهراتی که بوده، واکنش هایی که در ایران بوده و در جهان. دیدم که این سایت ایسنا یک پنل جالبی باز کرده، همه واکنش ها رو کنار هم گذاشته. اینا رو حالا دونه دونه اونها که مهم هست رو میخونیم. یه تصویر جالبی رو من دیدم، این برد موشکی این گروهی که در یمن سر کار هستن، حوثی ها. چیزی که توجه من رو جلب کرد، اینجا اومدن مشخص کردن که چه پایتختایی هست و چه تجهیزاتی و آمریکا کجاها کار گذاشته. این کشور جیبوتی یک کشوری بود که ما چند سال پیش مسئله داشتیم که افراد میگفتن که این حالا چه اهمیتی داره، مثلا ما روابط باشون نداشته باشیم. اینو من تا الان نمی‌دونستم. آمریکا اونجا اینستال، ببین اینجا نوشته که تأسیساتش نصب کرده. اونجا پایگاه نظامی داره. حالا نمی‌دونم بیس یا مثلا برای ردیابی یا هر چیزیه. این از نظر استراتژیک بی‌نهایت واجد اهمیت، خود من نمی‌دونستم. بعد چیزی که اینجا دوباره من توی نقشه دیدم که جالب بود، شما می‌تونید ببینید که این محدوده رژیم مسلط بر سرزمین‌های فلسطینی دقیقاً سر راهش رو این پایگاه آمریکایی جوری کار گذاشتن در عربستان که سد راه یمنی ها هم باشه از پایین و از سمت جنوب. اگر همچین اتفاقاتی که این چند وقت کنشگری هایی که میکنن یمنی ها بتونه جلو اونا رو بگیر. این برای من جالب. حالا افراد میتونن مراجعه بکنن زمانی که اینا اونجا نصب شدن چه زمانی بوده، حالا مثلا زمان قدیم یمنه، حالا زمانی که حکومت قبلی بوده یا اخیرا. حالا این توجهم جلب کرده بود. مسئله بعدی اینه که برد موشکشون، من دیگه کلمه میبینم که تا کجا هست. بعضی شهرهای خودمون رو دربر میگیره میاد دور میزنه تا این وسط های سودان و افریقا. این تصویر خیلی نکات جالبی درش هست که بعداً در فرصت مختصی بهش می‌پردازیم. امروز صبح در خود صنعا راهپیمایی برگزار بوده، مردم بودن اعتراضاتی کردن. دیدم که این درخت ها سبزن و یه خورده کوچاف شدم، گفتم که شاید اونجا این عکس مال قبله. بعد این نگاه کردم دیدم که این ویدیویی که منتشر، ببخشید من قد منسجم نیست وقتی هم فهم اطلاعات پراکنده است. میگم کم استراحت کردم بابت اینکه اخبار دنبال می‌کردم. بعد خرج هذا الشعب قائلا ما خاب املاکتینا یا قائدنا. 1402 ایرنا اینو گذاشته. اگر شما عکسش هم ببینید دقیقا همونجاست، پس مال الان. بنی حیبه ان شاء الله ما دامت ارواحنا في اجسادنا لبيك يا سيدنا امضي بنا على نهج جدك الكرار واضرب بنا انا شئت وكيف ما شئت وخذ بنا البحار فلا ابقان الله ان تخلفنا عن رايتك أو سلمت لعدوك راية. نستفتح هذه المسيرة الإيمانية الجهادية بآيات من كتاب الله يتلوها على مسامعنا الآخر. اعلامیه که میخوننه. چیزی که من داشتم بهش فکر میکردم دوستان، الان وارد خبرها بشیم بهتون میگم. الان آمار مشخص شده که یمنی ها چقدر آسیب دیدن از لحاظ عددی. عددی که به ما نشون داده شده، یعنی اعداد به ما اینو نشون میدن که چه از حیث مجروحینشون، چه از حیث کسایی که از دنیا رفتن، رو نشون میده که اینا این همه تجهیزات آوردن اونجا و این همه کل هزینه برده دیگه. الان هم میدونیم که از قبل اطلاع داده بودن، حداقل چندین ساعت قبل از این موضوع، بالاخره این حالت غافلگیرانه نبوده. و از دهیز عددی آسیبی که دیدن یمنی‌ها به ما نشون میده که اون نظریه که به حال میشه گفت فقط میخواستن یک کار نمایشی انجام بدن میتونه درست باشه. یعنی اینا به خاطر کار تبلیغاتی داخل کشور خودشون، چه آقای ریشی دراگ در انگلستان، چه آقای جو بایدن، همین که مثلا به اون رژیمی که در سرزمین های فلسطینی هست بگه ما داریم یک کارهایی میکنیم، این کار صرف انجام دادن. هدفشون آسیب جدی نبوده، چون یمنی ها سال هاست اونجا دارن موشکباران میشن، بمباران میشن از حداقل طرف عربستان. خب خیلی خوب میدونن که تجهیزاتشون یه جای دیگه ببرن. این برای من جالب بود. حالا اخبار رو ببینیم که ببینم الان چیزایی که منتشر شده. مثلا امروز صبح همین آقای ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه اومده گفتش که این اتفاقی که افتاده محکوم است به خاطر اینکه نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی یمن است. خب اینجا اخبار مرتبط رو من داشتم میخوندم، چیزی که ندیدم واکنش چین خیلی اهمیتش زیاده. اینو ببینیم چه گفته. بگم من باید الان اگه یه آپارات دارید میبینید صورت این فرد رو بپوشونم چون قوانین ناسازگاره. نمیدونستم. خب ما میدونیم چین
مسائل تجاریشی خود مشکل پیدا کرده ها. همون تنگه بابرمندب توی دریا این چند روزه یه مقدار به چین هم پر این موضوع به پر تجارت چین هم خورده بود. اما خب این بیانیه که داده گفته که خیشتنداری به خرج، یعنی درخواست کرده که از طرف این خواسته که خیشتنداری به خرج بدن و به نوعی یه حالت چی بگم، مثلا بگم در وسط ایستادن، به خیشتنداری دعوت کرده، عربستان به خیشتنداری دعوت کرده بود. چیزی که توجه را جلب کرد به نظر میرسه الان شما ببینید عربستان، قطر، عمان، اردن، این کشورها، مراکش و همین سودان و اینا کشوری بودن که اگر این اتفاقی که جنگی در فلسطین هست اتفاق نمی افتاد الان اینا رأی دیگه ای می دادن. خب به نظر میسه کارهایی که اون رژیم مورد منظور من کرده در این مدت، در این 90 روز چقدر باعث شده که اعراب و مسلمانان اون منطقه با هم متحد بشن توی محکوم کردن همچی مسئله. شما موضع، یعنی حکومت عربستان نچرالی مخالف با این گروه یمنی های حاکم بر یمنه، اما توی این موضوع اومد جنگیده هستن باشون سوالات توی، اما توی این موضوع اومده یک موضع میانه گرفته، گفته طرف این ما میخواییم به ثبات برسیم و آرامش و اینها. من فکر میکنم این تبعات کاریه که در نوار غزه انجام میده اون رژیم مورد نظر. خب اولین واکنش بایدن رو چیه؟ درخواست روسیه برای اینو من دیشب گفتم، دیدم مثلا توی راشت بوده این نوشته بود و اسپوتنیک. خب روز آیه ولادیمیر پوتین درخواست داده که جلسه فوری بذارن و ببینیم که چی میشه، حالا اونجا میخوان چیکار بکنن نمیدونم. آقای بایدن هم دیشب اومد و گفتش که اگر خواستن دوباره این کار رو بکنن ما کانسیکوئنسش رو باید بپذیرن. اینجا گفته که عواقب تو بیانیه‌اش هم هست، بیانیه‌اش من نشون دادم تو ویدیوی سوم اگه در آپارات دارید میبینید و در یوتیوب همینطور. حالا بعد این یه جنبه تبلیغاتی داره دیگه، اینو باید در نظر بگیرید. این یه سری شرکت داخل کشورشون هستن، شرکت‌های مثلا بیمه و تجاری و بحث سرمایه‌گذاری و اینو باید یه کاری کرده باشن که به اونا بتونن پاسخگویی، چون اگر یه وقت مثلا مصاحبه خواستن داشته باشن یا غیره. ارتش یمن هم دوباره اعلام کرده که ما ادامه خواهیم داد به این موضوع. زیاد واکنش خاصی من ندیدم که چیزی باشه که خارج از انتظار. همیناست. من یه بار رفرش میکنم، من خون توییتر اینا هم همه رو چک کردم الان بخاطر اینکه نمیدونم یک دفعه باز کنم چه چیزی درونش باشه نمیتونم اجرا بکنم، اگر نه اینجا میوادم داخل توییتر و اینا رو نشونتون میدادم که زیاد مسئله خاصی به نظر نمیرسه که باشه. خیلی خب، نه موضوعات خاص دیگه نیست، همینه. هیچ آل فرارون هم ما یه بار یه رفرش میکنیم چون که اینا به صورت لایو از دیشب دارن پوشش میدن، ببینیم که چیز جدیدی نگفته. نه همین بهت به زندگیتون برسید. اینم من دیدم و حالا که ما قراره اینجا چیز، من خواستم نشون ندم که به مشکل نخوره یوتیوب نه آپارات، حالا که اینجور شدین من نشون میدم و صورت افراد هم میپوشونم. تظاهرات بوده در امریکا، در واشنگتن جلوی کاخ سفید، اونجا وقت احتجاجية أمام البيت الأبيض لتنديد بالضربات الأمريكية البريطانية في اليمن. نستمع ونتابع لما يقال في هذه الوقفة. I didn't expect to be out here tonight. I didn't expect that the United States, as they are waging a genocidal campaign in Gaza, to begin another one in Yemen. I didn't expect to be out here tonight. However, when we think about Yemen, it's crazy. اینجا گفته که US hands off Yemen. یعنی آمریکا دستانت رو از یمن بردار. یک همچین حالتی. همچین پیامی داشت. خب اینم مال الجزیره است، همین الان تا بذارم تو یوتیوب بهمون کپی رایت مشکل پیدا میکنه. خب همین بود، چیز خاصی نیست. آها، دو تا از سناتورایی که در مجلس نمایندگان آمریکا بودن اینا گفتن که بایدن باید قبل از اینکه این کار انجام بده میومده با ما در کنگره در میون میذاشته. اینم به نظر من بحث سیاسی بازیه، وگر نه راستش رو بخواید چه جمهوری خواه در امریکا چه دموکرات ها در امریکا، ببین این الان این هم من باید بپوشونم، مال سایت ایرانیه ولی باید بپوشونم چون با قوانین آپارات سازگار نیست. خیلی طول میکشه دیگه، این دیر به دست آدم میرسه. چه دموکرات در امریکا چه جمهوری خواه در امریکا، هر دوتاشون در اهداف بزرگ یکی هستن. اصلا اینا همش رسانه‌ایه، اینا تو کار راهبردی که دارن میکنن توی منطقه، شما میتونید من دیشب نقشه نشون دادم،
برای اینکه بتونن اروپا رو به خودشون متکی نگه دارن، وابسته نگه دارن، چه نظر امنیتی، چه نظر اقتصادی، چه غیره، اصلا دوست نمیدارن که این مسئله به این نوع حل بشه. خب هم دموکرات ها انظر بلند مدت ملی اینو میتونن بفهمن، هم جمهوری خواه. خب پس اینی که میگه آقا بایدن چرا شما دخالت کرد نکرد، اینو زیاد جدی نگیرید. بحث انتخاباتی هم هست، شو انتخابات هم کنه، همینه فعلا مطلبی نیست، فعلا خدا نگهدار. میگه